سلام، به شبنامه دوشنبه ها خوش آمدید. ما روزهای دوشنبه به بررسی مسائل بین المللی در رابطه با ایران میپردازیم، یا مسائل منطقه‌ای که در هر صورت به ایران هم مربوط میشن. ما در این روز اگر مقاله در عرض هفته در رابطه با ایران در روزنامه های مختلف منتشر شده باشه و جالب باشه، اونها را هم برای شما بررسی میکنیم، همچنان که به وقایع میپردازیم که در مجامع بین المللی، پارلمان کشورها و یا کنفرانس ها در رابطه با ایران صحبت شده باشه و یا اصولا موضوعشون ایران بوده. امروز از عراق شروع میکنیم. جمعه گذشته در عراق، در بسیاری از شهرهای عراق، تظاهراتی برگزار شد تحت عنوان جمعه پایداری. در این تظاهرات عمدتا سنی ها، ولی حتی برخی از جمعیت شیعه هم، علیه دولت کنونی به ریاست نوری المالکی دست به تظاهرات زدند و خواهان پایان این دولت شدند. به نوعی میشه گفت بهار عربی عراق هم شاید آغاز شده. ما برای گفتگو و اطلاع بیشتر در رابطه با آنچه در عراق در این روزها اتفاق میفته به بیروت میریم و با همکارم ایلیا جزائری که کارشناس امور خاورمیانه است صحبت خواهیم کرد. آقای جزائری، خوش اومدیم به برنامه. سلام خدمت شما آقای رفعت و سلام خدمت همه بیننده عزیز. آقای جزائری، جمعه در عراق تظاهرات مختلفی برگزار شد، جمعه پایداری یا مقاومت. تظاهر کنندگان چه میخواستند و چه کسانی برگزار کننده این تظاهرات بودند؟ این تظاهرات اصلی به دعوت گروه های سنی مذهب برگزار شد، از جمله ائتلاف عراقی که در اون شخصیت های سنی مذهب و سکار عراق حضور دارن، شخصیت هایی که در حقیقت رقیب آقای مالکی نخست وزیر شیعه مذهب عراق هستند. چند خاص مطرح شده در این تظاهرات که عمدش اصلاح قوانین بوده، اصلاح قوانین مرتبط با مبارزه با تروریسم که سنی های عراق میگن از این قانون به عنوان ابزاری برای سرکوبشون استفاده میشه، و همچنین آزادی زندانیان سیاسی که اکثر اونها از سنی ها هستند. خواسته دیگری که مطرح شده در مورد دولت بوده، خواستار اصلاحات در ساختار دولت شدن و متهم کردن آقای نوری مالکی رو به دیکتاتوری، و همچنین درخواست استعفای آقای نوری مالکی در تظاهرات در شعارها مطرح شد. در همون روز تظاهرات آقای جزائری، عیاد اللهی که رهبر یک اتحاد یا یک جبهه یا یک ائتلافی به نام العراقی است، اعلام کرد که خواهان برکناری دولت و انحلال پارلمان است. حدود سه روز از این سخنان گذشت. آیا در این سه روز اقدامی از سوی اپوزیسیون عراق برای انحلال پارلمان و یا بازخواست از دولت در پارلمان صورت گرفته؟ بله، اقدام انجام شد و به دعوت رئیس پارلمان، خودش عضو ائتلاف عراقی است، دعوت شده بود تا روز یک شنبه یک جلسه اضطراری پارلمان برگزار بشه، اما به خاطر آبستراکسیون نمایندگان عضو ائتلاف دولت قانون به رهبری آقای مالکی و غیبت یک سری از نماینده ها از فراکسیون های دیگه، این جلسه به حد حساب نرسید و سر رئیس پارلمان به عنوان مشورتی اعلام کرد. حالا قرار هست روز سه‌شنبه هم یک جلسه فوری دیگه برگزار بشه که معلوم نیست آیا این جلسه به حد نصاب میرسه، تعداد نمایندگان حاضر یا نه. یک سال آخر آقای جزائری، معاون رئیس جمهور و الان هم وزیر امور مالی عراق، یعنی محافظانش، متهم شده از سوی دولت به اینکه در اقدامات تروریستی دست داشتند. این یک مسئله است که زیاد یعنی حداقل تعجب برانگیزه که کسانی که دارای مشاغل بالای دولتی حکومتی هستند، محافظینشون یه گروه تروریست باشند. این چقدر واقعیت داره این اتهام، و چقدر این اتهام از سوی دولت به وزرا و دیگر برخی وزرا و دیگر مقامات برای
انتقام سیاسی است. این اتهامات در حقیقت از سوی دادستانی مطرح شد، اما به خاطر اینکه مجری این قوانین و مجری این احکام دولت است، اصرار داره دولت بر اجرای اونها، آقای نوری مالکی بیشتر یک جبهه مد نظر قرار گرفته و همون جبهه آقای مالکی و شیعیان هستند و اونها اصرار دارن این احکام هرچه زودتر اجرا بشه. این مبحث رو بیشتر بهش جنبه سیاسی بخشیده. یکی از دلایل مسئله این هست که این دو شخصیت، هم آقای رافع ایساوی وزیر دارایی که اخیرا چند تا از محافظان دستگیر شدن، و هم الهاشمی معاون رئیس جمهور عراق که علیه خودش حکم اعدام صادر شده بخواد به اتهام رهبری جوخه‌های ترور، دو تا اینها از سنی‌های عراق هستند، دو تا اونها از رقبای آقای مالکی و منتقدینش هستند و عضو ائتلاف العراقیه. این مسئله، این چهره، این قضیه رو سیاسی کرده، اما به خاطر اینکه فضای عراق فضایی هست خیلی تیره و تار و همچنین فرقه گرایی در این کشور به شدت تقویت شده در سالهای اخیر، نمیشه راحت فهمید که آیا این اتهام‌ها اتهام‌های واقعی هستند یا اتهام‌های سیاسی، چون که عموماً عراقی‌ها، گروه‌های مختلف، طیف‌ها و احزاب مختلف با خارجی‌ها در ارتباط هستند، شیعه و سنی نه، بر پایه گرایش مذهبی با کشورهای مختلف ارتباط وجود داره و وضعیت عراق خیلی شبیه وضعیت سیاست در لبنان شده. از همین رو این فضای بسیار تیره باعث میشه بتونیم بفهمیم که آیا این اتهام ها و حقیقت داره یا اتهام های سیاسی هست. منتها تأثیر این اتهام ها چیزی نیست جز افزایش تنش های سیاسی در عراق و چند دسته کردن سیاستمدار این کشور و به تبع ناامن‌تر شدنش. شما اشاره کردین به نقش دولت های خارجی در عراق. بسیاری از شخصیت های العراقیه، از من جمله آقای الهاشمی معاون رئیس جمهور که الان در ترکیه است اگر اشتباه نکنم، ایران رو متهم میکنند به اینکه پشت دولت نوری المالکی ایستاده و بسیاری از اقدامات دولت المالکی به نوعی از تهران دیکته شده. این اتهام تا چقدر واقعیت داره آقای الجد؟ این اتهام خیلی واقعیت داره، یعنی الان در عراق نقش بازیگرهای منطقه‌ای نقش پررنگی هست، همینطور که سعودی نقش ایفا میکنه در حمایت‌های خودش از سنی‌های عراق، از گروه‌های دیگه، ایران از شیعیان حمایت میکنه و مال نفوذ میکنه و متحدین هر کدوم از اون گروه ها سعی میکنن خواسته های خودشون رو اعمال کنن در کشور عراق. منتها ایران به خاطر همسایگیش با عراق، به خاطر اینکه رهبران فعلی عراق یا در حقیقت احزاب حاکم که احزاب شیعه هستند، بسیاری از سرانشون سالها در ایران بودن، مقام های ایرانی ارتباطات نزدیکی دارن، خب نقش ایران پررنگتر هست در سیاست ها و شاید این هستیم که آقای نوری مالکی بعد از خروج نیروهای آمریکایی از عراق سیاست هاش به حد زیادی سمت و سو پیدا کرده، به محوری که در اون روسیه و جمهوری اسلامی قرار دارن، سعی میکنه قراردادهای تسلیحاتی با روسیه منعقد کنه. این جبهه بندی در درون عراق داره به شدت پررنگ میشه و نقش ایران در عراق رو در سیاست‌های دولت بیش از پیش شاهد هستیم، به ویژه بعد از اینکه نیروهای آمریکایی خارج شدن از این کشور. و در خاتمه، به غیر از ایران گویا عربستان و ترکیه هم دو کشور دیگر همسایه عراق هستند که در سیاست‌های این کشور تاثیرگذارند و در این جنگ جناحی به نوعی موضع گرفتند. عربستان
سعودی و قطر خب نزدیک هستن به العراقیه، به جبهه العراقیه، فراکسیون العراقیه، همطور که آقای عدلاوی به این دو کشور بارها سفر کرده و به عنوان متحدین منطقه العراقیه به شمار میاد. ترکیه مسئله اصلیش مسئله کردستان هست و به خاطر حساس بودن مسئله کردستان سعی میکنه در داخل عراق اعمال نفوذ کنه تا هم مانع از تجزیه خودش بشه، هم بتونه با کردها ارتباط نزدیکی برقرار کنه به خاطر اینکه کردهای سوریه رو کنترل کنه، هم به خاطر مذهب و سنی بودن حاکم ترکیه با سنی های عراق تلاش میکنه ارتباطاتی برقرار کنه. همه اینها باعث شده که آقای نوری مالکی به خشم بیاد و روابط دولت آقای مالکی با دولت ترکیه در ماهای اخیر پرتنش بشه. خیلی ممنون از حضور شما در شبنامه، روز خوشی رو براتون آرزو میکنم تا در آینده باز هم با هم در رابطه با مسائل منطقه گفتگو کنیم. روزهای دوشنبه همونطور که در ابتدای برنامه گفتم ما به بررسی برخی از مقالات جالب روزنامه های غربی، شرقی، عربی و آسیایی خواهیم پرداخت. بررسی مطبوعات این هفته رو با یک مقاله از واشنگتن پست شروع میکنیم. روزنامه واشنگتن پست در مقاله به قلم جیم هاکلند می نویسه راه حل ایران و سوریه، یک تحلیلی در گفتگو با سفیر سابق فرانسه در واشنگتن ژان داوید لوئید که ایشون معتقده که ایران در پاسخ به تحریم ها با سرعت به سوی دستیابی به سلاح اتمی پیش میره و نه تنها فعالیتاشو کاهش نداده بلکه افزایش هم داده و برای غرب چند ماه بیشتر وقت نمونده تا قبل از برگشت ناپذیر شدن برنامه های هسته ایران کاری بکنه. این دیپلمات با سابقه فرانسوی دو راه بیشتر در مقابل جامعه جهانی نمیبینه، یا قبول ایرانی اتمی، البته در صورتی که ایران عقب نشینی نکنه، یا جنگ با ایران. تحلیلگر واشنگتن پست در جای دیگر از مقاله ایران رو در کنار سوریه قرار میده و به عنوان دو مشکلی که دولت جدید اوباما باید با اونها در سال 2013 برخورد بکنه قرار میده و معتقده که این دو مشکل به هم وابسته هستند و در هر صورت حل یکی میتونه تحلیل تسهیل بکنه حل دیگری رو. روزنامه دیگری که برای شما مورد بررسی دادیم سعودی گازت، یک روزنامه اقتصادی عربستانه که به زبان انگلیسی انتشار پیدا میکنه. این روزنامه در یه مقاله میپرسه آیا تحریم ها در رابطه با ایران موثر بودند و جواب میده که تحریم ها تا حدی میتونن موثر بودند، ولی خب تحولات اخیر در واشنگتن یعنی ابراز علاقه دولت اوباما در مذاکره با ایران میتونه به نوعی اثر این تحریم ها رو کمتر بکنه و البته به نقل از مقامات مختلف جمهوری اسلامی ایران من جمله آقای قاسمی وزیر نفت می نویسه که در حال حاضر ایران روزانه 4 میلیون بشکه نفت تولید می کنه و تولید گازم به 600 میلیون متر مکعب افزایش یافته، در حالی که آمار بین المللی صحبت از این می کنن که صادرات نفت ایران به مقدار تقریبا 50% کاهش پیدا کرده. روزنامه گاردین چاپ بریتانیا در مقاله‌ای صحبت از این میکنه که در جریان انتخابات آینده ریاست جمهوری که در ماه خرداد برگزار خواهد شد دوباره مردم به خیابان‌ها خواهند ریخت و این بار حتی با انسجام بیشتر، با خشونت بیشتر و به ویژه با الهام از آنچه در این 3 سال اخیر یعنی پس از تظاهرات که بعد از انتخابات 88 صورت گرفت، با الهام از بهار عربی مردم مصممتر به خیابون ها خواهند آمد.
این در این مقاله گاردین هم مسئله ایران و سوریه در کنار هم قرار داده میشه و گاردین هم معتقده، چون واشنگتن پست، که به نوعی اگر یکی از این از این دو پرونده بسته بشه دیگری هم بسته میشه و معتقده که حمایت بیدریق ایران از کشور سوریه و رژیم بشار اسد به دلیل اینکه اگر بشار اسد سقوط کنه تنها کشور دیگری که پروندهش باز میمونه و بنابراین آمریکا میتونه روی این تمام فشارش رو روی این پرونده بذاره پرونده ایران خواهد بود و به همین دلیل تا زمانی که به گفته گاردین تا زمانی که در سوریه بشار اسد بر سر کار باشه و جنگ داخلی ادامه پیدا کنه ایرانو خطری تهدید نمیکنه. آخرین مقاله‌ای که ما بررسی میکنیم مقاله واشنگتن فری بیکونه که بنابر تحلیلی از پنتاگون که توسط مرکز تحقیقات کنگره آمریکا منتشر شده مینویسه که ایران دارای 30,000 یک شبکه 30,000 نفری جاسوسی است و یا امنیتی است. البته در اینجا مشخصی سازمان‌های مختلفی، نهادهای مختلفی که در ایران با مسئله امنیتی کار دارن، یعنی از وزارت اطلاعات، پاسداران و غیره رو و حتی بخش از بسیج رو در یک کاسه می‌ریزه و صحبت می‌کنه در این گزارش 64 صفحه‌ای که بررسی می‌کنه به نوعی سیاست‌های امنیتی جمهوری اسلامی ایران رو در دو دهه حداقل دو دهه اخیر و به این نتیجه میرسه که ایران در خارج از کشورش هم فعالیت داره، فعالیتاش تنها کنترل و نفوذ به سازمان‌های اپوزیسیون نیست بلکه تروریسم هم هستش و تا کنون 10 نفر در از مخالفین کشته شدن یا ربوده شدن و همچنین یکی از سیاست‌های نهادهای امنیتی ایران حمایت از گروه‌های تروریستی در کشورهای مختلف و به کار گرفتن تروریست‌های خارجی برای اجرای برنامه‌های خودشونه. در حقیقت این گزارش 64 صفحه پنتاگون برای کسانی که مسائل ایران رو دنبال می‌کنن چیز جالبی نیست، ولی خب اهمیتش در اینه که در از سوی یک کنگره یک کشور خارجی منتشر شده و مطبوعات خارجی هم که از اون نقل قول میکنند. ما مسئله بعدی که بررسی خواهیم کرد یک قطعنامه جدیدی است که از سوی کنگره آمریکا روز اول ژانویه اولین روز سال جدید میلادی به تصویب رسیده. در این قطعنامه سرکوب و تضییقات جامعه بهائیان ایران محکوم میشه. ما برای گفتگو و دانستن بیشتر در این رابطه با خانم پدیده ثابتی سخنگوی جامعه بهائیان ایران در لندن تماس تلفنی برقرار کردیم. خانم ثابتی به برنامه امروز ما خوش اومدین. خیلی ممنون، مرسی. خانم ثابتی ممکنه شما توضیح بدین این قطعنامه که از سوی کنگره آمریکا به تصویب رسیده، اولا اگر اشتباه نکنم سومین قطعنامه است که در رابطه با سرکوب بهائیان در ایران به تصویب میرسه، خواست مشخصش یعنی خواستهایی که داره چی هستش؟ بله، این قطعنامه طبق مسئله که در کنگره امریکا بررسی شده تا به امروز در حقیقت 12 قطعنامه است. همینجور در سالهای متواری قطعنامه‌های متعددی مطرح شده، ولی این قطعنامه به دلیلش جالبیش اینجاست که تمام جزئیات و مشکلاتی که در این چند سال گذشته بر بهائیان وارد شده رو به اونها اشاره میکنه. یکی از اهداف این قطعنامه این هست که خواهان این هستن که 12 مدیر جامعه بهائی رو آزاد بکنن. یکی از مسائل مهمی که در این قطعنامه بهش اشاره شده این هستش که وکلای این اشخاص دسترسی بسیار محدودی به این زندانیان و پرونده اونها داشتن، ولی با این حال با این دسترسی محدود دیدن که جرمی نتونستن ثابت بشه. این یه مشکلی هست که در سیستم قضایی ایران هست و بقیه هموطنان هم اون رنج میبرن.
دومین مسئله که بهش اشاره کردن عدم دسترسی بهایان به طور گسترده به آموزش عالی هستش و حتی اذیت و آزار کودکان در دبستان ها و این رو خواهان و هستن که این رو پایان بدن، به این مسئله پایان بدن. بعد همینطور اشاره کردن به شهر سمنان که در جدیدن به خصوص البته در 30 سال گذشته همینجور اذیت آزار شدن، ولی در جدیدن این اذیت آزار شدت گرفته و حدود 17 از املاک اونها و مغازات اونها رو تعطیل کردن و همینجور این مسئله، این قطعنامه اشاره میکنه به یکایک که این تعذیبات برای باهایان در ایران. چند قبل از اینکه کنگره آمریکای مصوبه رو تصویب بکنه، آقای احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در رابطه با نقض حقوق بشر در ایران هم در یک بیانیه‌ای در رابطه با تضییقات بر علیه اقلیت‌های دینی، اونجا هم به مسئله سرکوب بهائیان به نوعی اشاره کرده بود. این گزارش‌ها شما فکر می‌کنین که میتونن مثبت واقع بشن و به نوعی یا این قطعنامه ها و یا به نوعی در سیاست جمهوری اسلامی ایران نسبت به جامعه بهائیان ایران تأثیر بذارن، یعنی مجبور کنن حکومت رو که تا حدی فشار رو کمتر بکنه؟ ما حتم داریم که فشار مداوم بین المللی باعث کاهش تشدید اذیت آزار بهائیان در ایران میشه و چون از منابع مختلف این اطلاعات به دست میرسه، برای همین این اطلاعاتی که به دست میرسه اعتبار بیشتری داره. یعنی فقط یک نفر دو نفر نیست، آقای احمد شهید یک شخصیت برجسته قابل اعتماد هستند. وقتی که در طی تحقیقات مستقلشون یک مدارکی رو در دست کنگره امریکا یا اصلا جوامع بین المللی گذاشتن، البته که تاثیر داره. ولی یکی از چیزی که اینجا حائز اهمیت هست، یه مسئله در دیدی رو که اینجا بهش اشاره کردن، طرح تحریم ها بر علیه مسئولینی که نقض حقوق بشر رو در ایران میکنن، برای که این یک پیام خیلی شدید و مستقیمی به این اشخاص میرسونه و تحریم ها در حقیقت نیست که باعث اذیت یا آزار مردم ایران بشه، محدودیت برای مردم ایران بشه. این تحریم ها برای اشخاصی هست که مسئول نقض حقوق بشر هستن. برای همین این قطعنامه 134 مجلس از این نظرم خیلی مهم هست. خانم ثابتی، شما اشاره کردین در به شهر سمنان که در قطعنامه کنگره آمریکا به اون اشاره شده که اخیراً تعدادی از بهائیان رو دستگیر کردن، مغازه چند نفر دیگر رو بستن، برخی از این خانواده های بهائی که دستگیر شدن با کودکان خردسالشون به زندان برده شدن، ولی در زندان سمنان یک اتفاق دیگه هم افتاده که فکر میکنم بی سابقه باشه، حداقل من ازش اطلاعی تا کنون نداشتم، و اونم تلاش برای ساختن فیلم مستندی توسط پرس تیوی از بهائیان در زندان و وادار ساختن اونها به گفتگو با این شبکه تلویزیونی. شما اطلاعی در این مورد دارین و فکر میکنین چرا جمهوری اسلامی ایران قصد داره مستندی در رابطه با بهائیان در زندان بسازه؟ من خبر دقیقی در مورد این مسئله ندارم، ولی خب خطیر همیشه بر این بوده که اولا بهائیان رو وادار بکنه که بیان بر روی دوربین ها و صفحه تلویزیون و مثلا به این تهمت هایی که به اونها زده شده اعتراف کنن، که واقعا بهائیان تا حالا پایداری کردن و مقاومت کردن و نمیتونم حالا، البته این برنامه باید درست بشه و باید ببینیم، فکر نمی کنم جنبه مثبت داشته باشه یا جنبه بی‌طرفی داشته باشه و البته تمام این خبرها و ظلم و ستمی که در تمام زندان ها نه تنها به بهائیان ولی به تمام اقلیت ها و گروه های متفکر میشه در تمام دنیا منتشر شده و البته اون یه هدف دفاعی دارن، میخوان از خودشون یه دفاعی بکنن. خانم ثابتی، یک مسئله دیگه که شاید
گفتگو کوتاهی در موردش جالب باشه. تا چند سال پیش جامعه ایرانیان در خارج از کشور، چون داخل کشور به نوعی قابل درکه که دفاع از هموطنان بهایی میتونه بسیار مشکل تراش باشه، همچنان که دفاع از هر دگراندیش مذهبی یا سیاسی یا قومی میتونه تو ایران مشکل تراش باشه برای مردم، ولی حتی در خارج از کشور هم که این فشار بر جامعه ایرانیان نبود، خیلی در بسیاری موارد سکوت میشد، ولی این سکوت چند سال پیش به نوعی شکسته شد و نه تنها امروز بیشتر ایرانیان خارج از کشور سرکوب هموطنان بهاییشون رو محکوم میکنن و علیه این سرکوب عملیات انجام میدن، در برنامه ها شرکت میکنن و در تظاهرات شرکت میکنن. ولی ما یک پدیده دیگه هم داشتیم و اون ساختن فیلم در رابطه با آیین بهائیت در ایرانه. یک فیلم مستند در ابتدا که توسط آقای رضا علامه‌زاده ساخته شد و الان هم فیلم باغبان آقای مخملباف که در شهر بندری حیفا ساخته شده و به نوعی در رابطه با آیین بهائیت و اصولا شاید گسترده تر نقش ادیان و خشونت باشه. شما این پدیده ها رو چگونه میبینید خانم ثابتی؟ مسئله که شما مطرح کردید کاملا درست است. در ابتدا به هر حال اونجور علاقی نبودش که از بهایان دفاع بشه، ولی در چند سال گذشته برخورد ایرانیان خارج از کشور به خصوص و حتی در داخل کشور با مسئله بهائیان کاملا فرق کرده. اگر که شما به مصاحبه این اشخاصی که این برنامه ها رو درست کردن رجوع بکنید، میبینید که اونها اولا میگن که ما بهائی نیستیم یا مثلا مذهبی نداریم یا به اعتقادات خودشون رو دارن، ولی مسئله رو که عنوان میکنن این هستش که بسیار از این مسئله تأسف میخورن و عصبانی هستن که چطور این همه دروغ و افترا در مورد بهائیان ایران در مدت صد خورده سال وارد شده و هیچ کس نبوده که به اینها حقیقت رو بگه، و برای همینه که اینا درشون تأثیر کرده و میخوان که یک مقدار آگاهی به وجود بیاد، نه به خاطر اینکه حالا حتی در مورد دیانت بهائی مثلا اطلاعاتی به مردم داده بشه، در مورد اینکه جلوی ستم و اذیت و آزار که در شأن هیچ ملتی نیست جلوی اون گرفته بشه. و واقعا میشه گفتش که این اشخاص یک تکون خوردن، یعنی احساس کردن که تا به حال اینها فریب خوردن و میخوان که بقیه ملت ایران آگاه باشن از این مسئله. شما نظرتون در شما این دوتا فیلمی که من بهشون اشاره کردم حتما باید دیده باشین، نظرتون در رابطه با این تلاش‌های سینماگران ایران چیه؟ بله، تلفنمون، تماس تلفنیمون قطع شد. من توضیح میدم برای دوستان، آقای رضا علامه‌زاده کارگردان ایرانی ساکن هلند فیلم مستندی رو ساختند که در نظر داره تابوی حمایت و ابراز همبستگی با بهائیت رو که وجود داشته در جامعه ایران بشکنه و نوعی بررسی تاریخ اجتماعی حضور بهائیان در ایران، البته حضور که بهائیان خب دین آیینی هستن کاملا ایرانی، از آغاز تا امروز قبل از انقلاب و بعد از انقلاب مورد بررسی قرار بده. فیلمی است که خب درش گفتگو در رابطه باش گفتگو بحثم وجود. فیلم دیگری که من در سوالم از خانم ثابتی به اون اشاره کردم ولی متاسفانه ایشون در زمانی که قرار بود پاسخ بدن تماس تلفنی ما قطع شد، فیلمی است که اخیراً آقای محسن مخملباف ساختن با نام باغبان. این فیلم در مرکز آیین بهائیت در شهر بندری حیفا در اسرائیل فیلم برداری شده و در این فیلم نقشای اصلی به عهده خود آقای مخملباف و پسرشون میثم است که با هم در رابطه با نقش دین و خشونت گفتگو میکنن و اینکه
چگونه ادیان در برخی مواقع مبلغ خشونت بودند و برخی ادیان دیگر برخلاف این ادیان با خشونت همیشه مخالف بودند، با هر گونه خشونتی مخالف بودند. تمام مثل اینکه مشکل داریم در برقراری تماس تلفنی با خانم ثابتی و من که متاسفانه امروز به دلیل سرماخوردگی سرفه شدیدم دارم، مجبورم یک تنه صحبت کنم. معذرت میخوام از سرفه هایی که حرفم رو قطع میکنن بعضی وقتا. ما برمیگردیم اگر این فرصت پیش نیامد که بتونیم بخوانیم. بله، ما میتونیم در مورد فیلم این دو فیلم با صحبت کنیم که فیلم های بسیار جالبی هستند. من امیدوارم که بتونن دوستان ما در ایران هم به نوعی این به این فیلم ها دستیابی پیدا کنن و ببینن. فیلم آقای مخمل باف که الان تیزر یا آنونسش داره پخش میشه، جایزه بهترین مستند 12 جشنواره بیروت رو هم به دست آورد. در جشنواره‌های مختلفی از کره تا کشورهای دیگر اکران شد، اخیراً در چندین جشنواره در هند اکران شد و ما بهتون گوش میدم، صداشو میذاریم، با صداش بتونین گوش بدین. Religions you become cause of war. It's better not to have religions at all. Children, we're gonna grow so many fruits, and sometimes people are mean to us. But we just show them kindness. That's what we were created to do. So when someone throws a stone, what do? We give them our fruits. See the tree, it's so humble. The more its fruits abound, it grows closer to the ground. People everywhere, but eventually I kind of gave up. بابا کات کات، جدی دارم بهتون میگم، ادیان از صبح شروع میکنن به خشونت میکشن. منم کات بابا، شما جوونا صبر ندارین. بابا من اینجوری نیستم، شما تا این فیلمو میسازید من میرم شهر، ما نیستیم اینجا. من میخوام ببینم چرا بعضی دینا خشونت میارن، بعضی دینا خشونت نمیارن، سهم دین تو آوردن خشونت به این دنیا چیه؟ اینجا شهر اورشلیمه، بیت المقدس، مرکز سه دین مهم جهان، اسلام، مسیحیت، یهودیت. مثلا تسبیح، همه ادیان از تسبیح خوششون میاد. معمولا در کنار همه این مرکز مذهبی یه بازار سنتی هم وجود داره. توی ایران هم بازار عبدالعظیم همین شکلی. اینجا مسجد الاقصاست، قبله اول مسلمان‌های جهان، جایی که حضرت محمد به آسمون رفت. نه یه محله اون طرف ده، نه حتی یه کوچه اون طرف ده، درست چسبیده به مسجد الاقصا دیوار ندبه است. اینا این پایین مهمترین مرکز یهودی های جهان. مسلمان ها میگن اینجا مال ماست، چون پیامبر ما از اینجا به معراج رفته. کلیمی ها میگن
اینجا مال ماست، چون دیوار ندبه اینجا. مگه حالا اینایی که تو دنیا دین ندارن مشکل دارن؟ اونایی که دین ندارن بیشتر با هم دعوا میکنن یا اونایی که دین دارن؟ بله، این بخشای بود از فیلم باغبان آقای محسن مخملباف با شرکت پسرشون میثم مخملباف. بخشی که مربوط به بهایان میشد از اونجایی که نتونستیم تماس مجدد تلفنی با خانم پدیده ثابتی برقرار کنیم، با دادن آخرین آمار از زندانیان بهایی میبندیم. 116 نفر از جامعه بهایان ایران پیروان آیین بهاییت به خاطر اعتقادات دینی خودشون در حال حاضر در جمهوری اسلامی ایران زندانی هستند و از سالهای در 20 سال اخیر بیش از 670 بهایی سرکارشون با زندان افتاده و بیش از 7000 جوان بهایی نتونستن به دانشگاه ها به خاطر تعلقشون به این دین و مذهب راه پیدا کنند و این یک مسئله است که واقعا به هیچ وجه قابل قبول نیست. یکی دیگر از مسائل بین‌المللی که این روزها در رابطه با ایران در روزنامه ها مطرحه، مسئله بازگیری مذاکرات دولت جمهوری اسلامی ایران به علاوه گروه موسوم به 5 به علاوه 1، یعنی 5 عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد، چین، روسیه، آمریکا، فرانسه و بریتانیا و کشور ششم یا به علاوه یکش که آلمان است. مقامات ایرانی، مقامات مختلف گفتند که خواهان اثر گرفته شدن فوری این مذاکرات هستند، ولی مخاطبین اروپاییشون میگویند که تاکنون پیشنهاد مشخصی از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران برای اینکه این مذاکرات در این مذاکرات در رابطه با چی صحبت بشه دریافت نکردند. پیشنهادات غرب به طور خلاصه میشه گفت تقلیل اورانیوم غنی شده به زیر 5% و انتقال به خارج از کشور اون مقدار از اورانیوم بالای 5%ی که همکنون در دست جمهوری اسلامی ایران است، کنترل بیشتر بر مراکز غنی‌سازی اورانیوم توسط بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، که البته آژانس گفته که دولت جمهوری اسلامی ایران قول داده که از ماه ژانویه 2013، یعنی همین ماهی که چند روز یک هفته پیش آغاز شد، قول داده که همکاری بیشتری در این زمینه داشته باشه. و البته ایران هم از جانب خودش پافشاری میکنه که قبل از هر چیز باید فشار تحریم ها بر این کشور کم بشن و همزمان حق این کشور برای غنی‌سازی اورانیوم به رسمیت شناخته بشه. البته این مذاکرات که معلوم نیست کی برگزار خواهند شد و آیا به امکان رسیدن به نتیجه رو خواهند داشت که احتمالاً نه، چون بارها برگزار شدند، گفتگو کردند، ولی عملاً به هیچ نتیجه دست پیدا نکردند. بنابراین ما هفته آینده، دوشنبه آینده، سعی خواهیم کرد در این رابطه صحبت کنیم با حضور میهمانان و کارشناسان. تا برنامه فردا، شاد و تندرست باشید.